سلام شاگردای عزیز، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ امید که همگی شما صحتمند باشین، درس روز گذشته را خوانده باشین، کار خانگی مربوطه را انجام داده باشین و آماده به درس جدید باشین. حتما شما از قلم، کتاب، کتابچه و بکس هندسی را با خود دارین. درس گذشته حتماً به یاد شما است. درس روز گذشته با شما چی بود؟ بله، خلاصه فصل پنجم بود و راهنمود تمرین‌های مربوطه‌اش بود که ما شما را در حقیقت خواندیم. امید که او را به یادتان گرفته باشین و او را خوب تحلیل ارزیابی کرده باشین. درس امروز یک ما شما میخوانیم. شما قبل از اینکه ما درس خدمت شما پیشکش کنم، ده یک سوال انگیزشی است که کتاب شما طرح کرده، مشترکاً سرش صحبت میکنیم. میبینیم شما در این تصویر ببینین عزیزا، گفته در شکل چند خط مشاهده می شود، راجع به وضعیت خطوط چی گفته می توانید؟ عزیزا در اینجا شما تمام خطا را حساب می کنین که خطا چه قسمت، مثلا این خط هست در این شکل، ببینین در این تعمیر این اطور یک خط هست، به این ترتیب این رقم خط و این شکل خط است، یا به طور مثال به این شکل خطوط هستند. اگر در این گراف بیاییم شما ببینین خطوط آبی را به این شکل و همچنان به این شکل و خطوط سفید را ببینین به این شکل و به این شکل وضعیت داره. شما در این تصویر و در این شکل حتما اول خواهی فهمین که این خطوط که ما شما میخوانیم در زندگی انسان ها بسیار نقش داره، اونا ببینید تعمیر چقدر زیاد استفاده شده. حال سوال ما از شما است که خطا را حساب نکنید، باید به وقت معین شما پیش خود حساب کنید. فقط بگین کمی خطوط برای شما چی انگیزه میده، یعنی شما از چی برداشت میکنید؟ ببینید این خط به این رقم افتیده، این خط شما به این ترتیب است، ببینید این خط این به این شکل و این خطوط دیگر را ببینید به این شکل کناری دروازه. بله بسیار خوب، یعنی میگین که وضعیت خطوط است، خط نظر به وضعیت هر قسم و حساب چی شده جا به جا شده. حال وقتی که شما بفهمید که مقصد ما از نگاه وضعیت خط است، پس ما شما حال وضعیت خط با در یک فعالیت ما شما مطالعه میکنیم. فعلا شما مقدر بفهمید که یعنی این خطوط از نگاه وضعیت به حالات مختلف جا به جا شده یا موقعیت گرفته. در پولی زیالی ببینید در اینجا این تصویر که یک استاد محترم است که هندسه درس میتن، معلم خصوصی هندسه، یعنی این هم مثل شما رواری استاد موضوع درسش خطوط موازی و عمود است. البته شما تصور نکنید عزیزا که تنها ما خطوط موازی و عموده این ما در افغانستان میخوانیم در کشور عزیز خود، بلکه در دیگه دنیا نیست. این تصویر به این خاطر آوردیم که این در نصاب تعلیمی تمام جهان شمول است، یعنی همگی این خطوط موازی و عموده مطالعه میکنن و میخوانن. به خاطر ذکر شما امو خطوط که ما شما خواندیم وضعیت هایش خود ما ایجادگرش باشیم، یعنی خود ما طرح کنیم که خطوط از نگاه وضعیت چه قسمی هستند. فعالیت بر شما در کتابتان نوشته است، فعالیت می خوانم به خاطر چون اول موضوع خطوط است، این ما شما مشترکاً با هم کار میکنیم تا شما این را خوب دقیق بفهمید. در این فعالیت نوشته است ابتدا خط مستقیم دی را رسم کرده، این خط مستقیم دی را گونیا را روی خط دی طوری که در شکل نشان داده شده است میگذاریم. گونیا عزیزا اینی گونیا است، مثلث قائم زاویه هستند، اینه میره گونیا میگن، میگه بالای خط بگذارین. رأس گونیا را ای مینامیم. رأس گونیا اینه، ببینین عزیزا که وقتی که اینه طور میمانیم این رأس گونیا میشه که باز ما در این تخته برای شما ایره میگم. بعد دی طوری که در شکل نشان داده شده است میگذاریم. رأس گونیا را ای مینامیم و خطوط ای اچ و ای دی را رسم میکنیم. آره دو نقطه را گفته، شما چه کار کنین؟ بالای خط مستقیم دی از نقطه A سه خط مستقیمه A E A B و A C را که یکی عمود و دو خط دیگر مایل باشند رسم کنید. خطا را با خطکش اندازه گرفته و تعیین کنید که کدام خط از همه کوچکتر است. ببینید عزیزا این امیر ما شما در خط آل ایجاد میکنیم، یعنی خود ما خط از نگاه وضعیت میبینیم. طبق راهنمود فعالیت ببینید ما این رقم برای شما ببینید گونیا را قرار میدم طبق سوال شما و اینی ترتیب اینه از راستی گفته ای این از اینجا ما یه خط رسم میکنم و این شکل میبینید رسم کردم. گفته ای را شما ای بگذارین نامشه، این خط گفته شما اچ بگذارین، طوری که ای اچ شما دیدین که 90 درجه رسم کرده. ببینید زاویه 90 درجه، یعنی ای اچ عمود است و با ترتیب
عین مثل راهنمود فعالیت این زوران به این ترتیب رسم میکنم. به این شکل شما آن میبینین که ما شما ایجاد کردیم، یعنی ما شما وقتی که دیجا ببینیم این دنیا را رسم کردیم، این دنیا متشکل از چی شد؟ این زلش عمود شد، یعنی این خط به نام خط شاقولی یا خط عمودی می نامند. این خط را رسم کردیم، این خط چی هستن از دیگه وضعیت؟ خط مایل است. و این خطی که برای دی رسم کردیم، این خط چی هستن؟ خط افقی است. همه گیش نوشته می کنیم، ببینین این خط خط افقی است، این خط عمودی است و این خط ما شما چی است؟ این خط مایل است. مایل یعنی شما قبلا در تصویر و در گراف دیدین، اما ما به خاطر اینکه شما تصور نکنید که تنها تعمیر می باشه، ولیکن خود ما ایجاد کردیم، یعنی خود ما می تونیم خطوط عمود مایل و افقی را رسم کنیم. بسیار خوب، حالا گفته در سوال شما که حالا باز دوباره یکی دیگر رسم کنید که یکیش عمود باشه، دو تا دیگهش مایل باشه بالای این خط دی. اینا به این ترتیب می بینم ایزا ببینیم یک خط عمود رسم میکنیم. این زاویه قائمه است، 90 درجه است. از اینجا بهتر ببینید، این زاویه زاویه 90 درجه بود، 90 درجه است که این را ما شما قبلا رسم کردیم، 90 درجه است. این را اگر ما شما بنامیم A، گفته که خط خط کدام است؟ A B و A C. یعنی اگر این را بگذارم A B، یک خط چی شد؟ یک خط عمود شد. گفته دو تا مایل رسم کنین. خب به خاطر از اینکه این کوتاهی میکنه این خط کشه میگیرم. و دو خط مایل. یاره گفته ای بی نام بگذارین، ای سی نام بگذارین و البته ای ای نام بگذارین. ایشان ای. حالا گفته که شما بگید که از این جمله سه خطی که رسم کردیم، یعنی A, B, A, C و A, E، ای عمود است، ای دوتا مایل هستن. گفته بگید کدام یکش کوتاه‌تر است. شما از دو گفته میتونید از تصویر هم از دو معلوم میشه که کدام خط باید کوتاه‌تر باشه. خط A, B، یعنی خطی که عمود است. یعنی به این نتیجه میرسیم که از خطوط عمود و مایل همیشه خط عمود چی است؟ کوتاه‌تر است نسبت به خطوط مایل. اگر بخواین اندازه‌گیریش هم کنید، میتونید شما این اندازه‌گیری کنید. ببینید اگر من این اندازه کنم چند سانتی هستن؟ 19 سانتی. این خط ما شما 19 سانتی متر. این اندازه کنم، این میبینین این تقریبا 26.5 سانتی است. 26.5 سانتی متر. اگر این خط اندازه کنم، این را میبینین که 20.5 سانتی متر. پس حالا ببینید عزیزا، خوب واضح و معلوم میشه که وقتی ما شما اندازه گیری کنیم، یعنی ای بی کوچکتر است. کدام خط خط است؟ کوچکتر است ای ای و همچنان ای بی کوچکتر است. کدام خط؟ ای سی. بسیار این فعالیت ما شما عزیزا انجام دادیم. حال نتیجه داره بیخی طور فشرده برای شما میگم عزیزا، ببینین نتیجه فعالیت فوق چی است. خط از نگاه وضعیت به صورت عموم سه نوع است. یکی خط عمودی یا شاقولی، دو خط افقی و سه خط چی؟ خط مایل. در این تصویر شما ببینین خطوط عمودی رو نشون میده. ببینین سی دی خط عمودی است، همچنان ای ای خط عمودی است و همچنان ببینید این خط عمودی، اینی پای خط عمود است، این پای خط عمود است، این پای خط عمود است. میرسیم سر خط افقی. کدام خطوط افقی گفته میشه؟ در این شکل ببینین خط بی سی افقی است، خط ای دی خط افقی است و در این زینه ها که ساخته شده ببینین خطوط افقی را، یعنی خط خط افقی است، این خط خط افقی است، با ترتیب در کنار زینه بیایم این خط افقی، با ترتیب پایین بیایم این خط افقی. به همین شکل شما خطای افقی را البته پیدا کرده میتونین همه گیشانا. بعد خط مایل، خطوط مایل در این شکل عبارت از خط چی است؟ خط ای بی است. اما در زینا وقتی که بیاییم ببینین این خط خط مایل است، این بالایش خط مایل است و اینی خط خط مایل است و در پایین بیاییم. یعنی شما اجزا میفهمین که وضعیت خطوط وقتی که ما شما میخوانیم، یعنی در خط آسانی برای انجینری است. یعنی ما شما وقتی که دانده بخواییم انجینر شاییم باید از امیال بفهمیم. یعنی ببینین زینه ها
توسط همین خطوط تشکیل شده. تعمیر خبیر شما دیدین توسط همین خطوط تشکیل شده. بنابراین یک موضوع بسیار اساسی است. اجزا کوشش کنیم که یاد بگیریم. خب در آخر ببینید گفتیم که دو خط زمانی با هم آمودند که ضوابط بینشان 90 درجه باشه. پیشتر ما شما گفتیم هرگاه از یک نقطه خارجی خط برای آن خط خطوط مایل و عمود ترسیم گردد، کوتاه‌ترین آن خط عمود است که ما شما در این خط در این فعالیت نشان دادیم. بسیار عالی. یک فعالیت دیگه که ما شما در خط بگوییم که این فعالیت هم برای شما پیشکش کنیم. ببینین این فعالیت گفته خطکش رو روی کاغذ بگذارید و از هر دو کنار خطکش دو خط رسم کنید و این خطوط رو دی یک و دی دو بنامید. بالای خط دی یک سه نقطه A, B و C را انتخاب و با کمک گونیا از نقطه A, نقطه B و نقطه C بر خط دی دو عمود رسم کنید و نظر به شکل عمودها را AD, BE و CF بنامید. طول قطع خطای مستقیم AD, BE و CF را اندازه بگیرید. در مورد طولایشان چه گفته می توانید؟ از یوم شما نتیجه میگیرین. ببینید چون گفتم مرحله اول است این فعالیت هم با شما انجام میدم. گفته ببینید خطکش به این شکل قرار بده. نه ببینید به این شکل از کنارهای از این دو خط بکشین، یک خط و باز این را شور نمیتیم خط دوم به این شکل. گفته که این خطا را ایش اولش دی یک نام بگذارین، این دوگیش بگذارید دی دو. بالای از این سه نقطه را انتخاب کنین، مثلا اینجا نقطه A، مثلا اینجا نقطه B و اینجا نقطه C. گفته که از این نقاط A, B, C یک اگه عمود بالای خط چی رسم کنین؟ خط دی دو توسط گونیا. ببینین گونیا را من میگیرم، این گفتیم زاویه 90 درجه است، از هر کدامش رسم میکنم به این ترتیب. ببینین از اینجا شروع میکنم، اینه عمود. ای عمود را گفته که در شمایی را F نام بگذارین، از ای عمود که رسم میکنیم. ای را گفته که شما ای نام بگذارین و از ای که عمود رسم میکنیم. ای را گفته شما چه نام بگذارین؟ F. ببخشین F نی که D نام بگذارین. D. آره گفته شما می خطوط A, D, B, E, C را اندازه کنین. ببینین که چی اندازه هستن؟ ببینید هر یک از این اندازه میکنیم. ای از 5 سانتی، ای هم از 5 سانتی و ای هم از 5 سانتی. ببینید عزیزا کلش 5 سانتی است. یعنی در اینجا نوشته میکنیم ای طول هم 5 سانتی متر است، ای هم 5 سانتی متر است و ای هم 5 سانتی متر است. شما از داره بگیم چه نتیجه میگیریم؟ این خط دی یک دی دو با هم چه رابطه داره؟ چه قسم باشن؟ بسیار خوب، ولی یه موازی هستن به خاطر اینکه دو خط در هر فاصله که بریم 5 سانتی است. پس یار هر قدر که امتداد بتونیم که دیگه خدا چی نمیکنه؟ خطا نمیکنه. حال نتیجه از ایران برای شما میگم. نتیجه دو خط از زمانی با هم موازی هستن که هر قدر امتدادشان بتونیم که دیگه چی نکنه؟ خطا نکنه. مانند این خطا را شما ببینید، این سه خطی که ما برای شما رسم کردیم، هر سه خط وقتی که شما امتداد بتین یا هیچگاه که دیگه خدا خطا نمیکنن. پس این خطوط با هم چی هستن؟ موازی. همچنان ببینین استعمال خطوط موازی را که در اینجا خط ریل را میبینین، وقتی که خط ریل میره تا به تا فاصله نهایی که پیش میره یکی دیگه خود را قطع نمیکنه. و همچنان ببینین که برادر ما البته زبالا را از شهر خود پاک میکنه، شهر را پاک میسازه، از یک اسب که کراچی را انتقال میده استفاده میکنه. ببینین تیرای از ایره در تمام مسیری که میره با هم چی هستن؟ موازی هستن. عین نتیجه از ایران شما فهمیدین. بسیار عالی. حالا به خاطر از اینکه بهتر بفهمین چون مقدمه است باید یک مثال هم روی شما کار کنم. ببینین مثالی که در کتاب شما ذکر است، گفته در خطوط زیر خطوط موازی عمود و متقاطع را مشخص کنید. یعنی شما علما که بدون از اینکه من یکم روی شما ایره به حساب مطالعه کنم امر شما امیره کار کنم خود شما ایره میفهمین باید چی کنیم دی ای و ای زبره تمامش اندازه میکنیم این فاصله هایشان. اگر این در تمام فاصله ها مساوی بود پس این دو خط با هم موازی است. ببینید همین کار را میکنیم به این شکل. اولی جر اندازه گیری میکنیم، البته یک چه اندازه خورده بگیرم، ای را بگیرم. ببینید این فاصله چند است؟ 2 اینچ هسته، 1 اینچ یا 2 اینچ. این طرف میایم، اینجا هم ببینید 2 اینچ هست، 2 اینچ. پس این دو خط با هم چی هستن؟ موازی است. نوشته میکنیم که ای
موازی با چی است؟ موازی با ایزبر است. این علامه موازی بودن است. پس نوشته نمیکنیم چون در مثال بیشتر زیاد نوشته کردیم، فقط در دو جای دیدیم شما این دو خط با هم موازی است. پس هر قدر امتداد بتیم با هم دیگه چی هستن؟ یکی دیگه خود خط نمیکنن. در این خط ای و ایزبر را گفته. ببینید وقتی که ما گونیا را بگذارم در اینجا، این زاویه زاویه 90 درجه است. علامه هم دیگه داده که این 90 درجه است. پس دیگه نوشته میکنم در اینجا ایزبر عمود است بالای خط چی؟ بالای خط ای. این عمود و این دو خط که وقتی شما در نظر بگیریم دی و دی زبر را ببینیم در اینجا این مثل خطا واری هم دو اینچ، اینجا هم بیم دو اینچ، ادامهش بتونم اینجا هم دو اینچ. پس بنابراین نوشته میکنم خط دی موازی است با چی؟ با دی زبر. اما این دو خط بی زبر را شما میبینید که خود به خود اگه دی خود چکده خطا کده. پس وقتی که متقاطع سی را نوشته میکنم که بی متقاطع است با چی؟ با بی زبر. این علامه چی هستن؟ متقاطع. بسیار خوب، این مثال هم خواندین عزیزا، حتما بسیار خوب و این را شما البته حتما درک کردین چرا با مثال ها و فعالیت ها کاری شما شما چه کردیم؟ انجام دادیم. خب ما برای شما یک مرتبه درس خلاص میگیم. ما شما گفتیم که خط از نگاه وضعیت به سه نوع است، یکی خط عمود است، خط افقی است و خط مایل است. گفتیم ما شما که خط عمود به خطی گفته میشه که زاویه 90 درجه را بسازه با سطح افق و خط مایل البته خطی است که در بین خط افقی و عمودی واقع می باشه که در زاویهشان از 0 درجه بزرگتر و از 180 درجه کوچکتر می باشه. و دیگه زاویه افقی است البته که خط افقی است که این زاویه 0 درجه را می سازه و به امتداد سطح آب می باشه. دیگه ما شما گفتیم خطوط موازی به خطوطی گفته میشه که امتدادشان هیچ گویا که دیگه خدا خطا نکنه و خطوط عمود به خطوطی گفته میشه که بالای هم دیگه چه بسازن؟ زاویه 90 درجه را بسازن. و ما شما گفتیم که از خطوط مایل و عمود که رسم کنیم کوتاه‌ترینش کدام خط است؟ خط عمود است. و میرسیم به پایان درس. البته کار خانگی که شما دارین، کار خانگی شما البته صفحه 158 کتاب درسیتان است که نمیره شما در خانه پیش خود حل میکنید. و از شما تقاضامند هستم که درس بعدی ما شما زوایای متبادلی داخلی و خارجی است، شما یک مرتبه درس مرور کنین و در درس آینده با نور بر شما پیشکش میکنم. تا درس بعدی همگی شما رو به خدای پاک مسپارم.